آدینه 25 دی ماه 1394 خورشیدی برابر است با 15 ژانویه 2016 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه می‌فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من حسین اعجازی رو بپذیرید. من و همکار خوبم آقای سپهر در قسمت فنی. عرض کنم حضورتون که خبر مهم امروز که فکر میکنم در روزهای آینده هم انعکاس خیلی وسیعی رو داشته باشه در خبرگزاری ها و در سطح دنیا، مسئله سقوط شاخص داو جونز هست. در ساعتی از روز تا حدود 500 پوینت به اصطلاح، و این موضوع باعث شده که یک تلاطمی در بازار سهام در سراسر دنیا به وجود بیاد. علت این سقوط رو اقتصاددانان بیشتر ناشی از سقوط وحشتناک قیمت نفت به زیر $30 هر بشکه میدونند. کمی بهتر شد در آخرین ساعت معاملات سهام در نیویورک. مسئله سقوط سهام در چین که یه عده معتقد بودن که تأثیر آنچنانی نمیتونه داشته باشه بر روی سهام داو جونز، غلط از آب در آمد و اون هم یکی از عواملی بوده که در این سقوط امروز سهم بوده. از آغاز سال 2016 تا بال قیمت سهام در بورس اوراق بهادار نیویورک 8% کاهش پیدا کرده و این رقم فوق‌العاده نگران کننده است. و اما دیشب یک مناظره دیگر جمهوری خواهان داشتن. 7 نفر از کسانی که باقی موندن در این مبارزات به اصطلاح برای رسیدن به کاندیداتوری حزب جمهوری خواه برای مبارزه در انتخابات ریاست جمهوری، این عده عرض کنم حضورتون که آقای بن کارسون، دکتر بن کارسون که معرف حضورتون هست، آقای دونالد ترامپ، آقای جب بوش، آقای مارکو روبیو، آقای تد کروز، آقای کریس کریستی و آقای جان کیسیک هستند. صحبت ها بیشتر راجع به قوانین مهاجرت، مسئله صحبت هایی که دونالد ترامپ مطرح کرده و دامن زده به یک بحث وسیعی در مورد مخالفت یا ممانعت از ورود مسلمانان به امریکا، و بحث مهمی در گرفت در این زمینه که نکاتیش رو با توجه به کوتاه بودن وقت خدمتتون ارائه خواهم داد. در مورد کل این بحث دیشب بین این افراد، مکرر حمله شد به سیاست‌های آقای اوباما. حتی یکی از این آقایان مطرح کردند که به مجرد اینکه به ریاست جمهوری آمریکا برسند، آنچه که رئیس جمهور فعلی یعنی اوباما انجام داده همه رو خونسا خواهند کرد. آقای تد کروز گویا این صحبت رو مطرح کردن، یادداشتایی دارم که مراجعه خواهم کرد با اجازهتون بهش و مطرح خواهم کرد این مسائل رو. در مورد یکی از سوالاتی که مطرح شد از دونالد ترامپ در مورد اینکه این امپراتوری وسیع اقتصادی رو که داره در غیاب او چه کسی اداره خواهد کرد و آیا میتونه هر دو کار رو در زمان واحد انجام بده، یعنی هم اداره اون ثروت عظیمی رو که داره و هم اینکه ریاست جمهوری امریکا رو که یک وظیفه فوق‌العاده دشوار و سنگین هست. و او مطابق معمول با جوابی خیلی قاطع پیش آمد که من به مجرد اینکه رئیس جمهور امریکا بشم، این پینات یعنی این بادام کوهی رو، بادام زمینی رو که در واقع کسب و کارم هست میذارم کنار، واسه من اون ارزشی نداره، ارزش برای من اعتلاء کشورم هست و بازگرداندن عظمت امریکا هست و تمام کارها رو از قبل رگله کردم، فرزندان من که او اشاره کرد در جمع نشسته بودن اداره خواهند کرد تمام دارایی رو و من به کلی، و میدونید که رئیس جمهور وقتی که میاد انتخاب میشه باید تمام اون
اقدامات اقتصادی خودش رو واگذار بکنه و گفت که این واگذاری رو انجام خواهم داد. در مورد این دستگیری این ملوانان 10 نفره که حتما شما بینندگان دیگه شنیدید راجبش در خلیج فارس و در نزدیکی جزیره فارسی بحث زیادی در گرفت و جالبه که همزمان با رجزخانی هایی که اینجا مطرح شد و ایرادات وسیع و بسیار گسترده‌ای که به سیاست اوباما در این مورد شد که بی‌عرضگی کرده و به ملوانان ما اهانت شده و باید چنین میکردیم و چنان میکردیم، رجزخانی هایی که معمول هست در دوران مبارزات ریاست جمهوری در امریکا و افشاگری هایی رو که این افراد باید پیشو به تنشون بمالند، یعنی از امروز به بعد هر کدوم اینها هرچه این جریان پیشتر میره این قضیه افشاگری در مورد سوابق اونها، کارهای جزئی که ممکنه هیچ اهمیتی از دید من و شما نداشته باشه، بزرگ میشه، آگراندیسمان میشه و مطرح میشه در رسانه‌های مختلف امریکا. در این مورد تقریبا چند تن از آقایون در این مورد در واقع مطرح کردن و گفتن که اوباما و ادمینستریشنش کوتاهی کرده در این مورد. در مورد کره شمالی همچنین آقای جب بوش صحبت کرد. جب بوش گفته شد که دیشب از دفعات قبل بهتر عمل کرده، هنوز خیلی عقب هست، ولی دو نکته رو مطرح کرد در جواب کسانی که در واقع برنامه گذارانی که یا برنامه سازانی که سوال جواب میکردن، دو نفر بودن، خانم ماریو بارتریومو که یک برنامه ساز هست در تلویزیون فاکس و آقای نیل کوویتو. این دو نفر بارتریمو مثل این که هست بارتریمو، خانم بارتریمو، خانم بارتریمو با در سوالی که کرد از آقای دونالد ترامپ گفت که شما در مورد مسلمانان و جلوگیری از ورودشون به امریکا صحبت‌هایی مطرح کردید که در رسانه‌های اجتماعی بیش از 100 میلیون نفر آمدن و اظهار نظر کردن، آیا هنوز به این نظرتون باقی هستید و نمی‌خواید تغییر عقیده بدید یا عوض کنید این حرفی رو که زدید؟ گفت نه، با قاطعیت گفت نه. و بعد مسئله ثروتش رو که میگم بیشتر باز صحبت ها بین دیگران و آقای دونالد ترامپ بود و حمله‌ای که دونالد ترامپ یا در واقع یک نوع مشاجره میشه گفت، شاید یک گفتگوی تند بین آقای دونالد ترامپ و تد کروز شد در مورد محل تولد او که جنجال زیادی رو به پا کرده دوباره آقای ترامپ، و گفته شد که جوابهایی رو که آقای تد کروز داده خیلی قاطع بود و در واقع صحبتهایی رو که کرد خیلی منطقی تر بود از رجزخوانی هایی رو که آقای دونالد ترامپ کرد. دونالد ترامپ گفته شد که دیشب در این مناظره چهره بهتری از خودش رو نشون داد و اون حالت تهاجمی و رجزخانی همیشگی رو کمتر کرده بود. این صحبت داره اوج میگیره که ممکنه که واقعا به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه بالا بیاد. این صحبتی است که معلوم نیست تا ماهای آینده به چه صورت این توپی که با آسمان یا این گویی که با آسمان پرتاب شده به چه صورت به زمین برسه. جب بوش در مورد ایران و انتقال سفارت اسرائیل از تل آویو به اورشلیم نام برد، صحبت کرد. عرض کنم آقای کریس کریستی حمله شدیدی کرد به آقای اوباما و او رو یک دیکتاتور خوند و نه یک دموکرات و گفتش که به زودی ما شما رو، من عذر میخوام از این واژه ولی واژه‌ای است که ترجمه دیگری من برای سراغ ندارم، به زودی تو رو از کاخ سفید با اردنگ بیرون خواهیم انداخت. We are going to kick you out of White House. در مورد جریان کنترل اسلحه و قوانین رو که آقای اوباما دوست داره که
وضع بکنه برای محدود کردن حمل اسلحه در امریکا صحبت شد و اکثر این ریپابلیکن ها که طرفدار حمل اسلحه هستن به صورتی که هست به او حمله کردن و به اینکه گفتن او از نظر قانون اساسی امریکا حق نداره چنین کارهایی رو انجام بده. و اما مهمان امروز برنامه گلگشت، همونطور که هفته قبل اعلام کردم، مجدداً آقای منصور اوسانلو هستند. یک فیلمی رو هم در طول صحبت با ایشون خواهیم داشت از یک جوان مبارز که کار خوبی رو ارائه داده که با هم دیگه پای صحبت آقای اوسانلو و دیدن این فیلمی که ارائه شده و در سایت همبستگی و یا خبرگرد.co هست با هم میبینیم. این شما و این گفتگوی من با آقای منصور اوسانلو. خب بینندگان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه اعلام کردم، این هفته هم ما با آقای منصور اوسانلو خواهیم بود. منصور اوسانلو شناخته شده است در نزد بسیاری از شما بینندگان عزیز و فکر میکنم تمام مردم ما در ایران. مبارزاتی که کرده مشخصه و کار شایان توجهی رو که داره انجام میده. واقعا من با اکثر مهمانان برنامه‌های رادیو و تلویزیونی که صحبت میکنم تحسین میکنن و میگویند که برای اولین بار هست که ما با یک ایده منسجم، با یک برنامه ریزی، با یک سایتی که مرتبا داره افشاگری میکنه و عده زیادی رو آگاه میکنه از واقعیاتی که در مملکتمون داره میگذره، روبرو هستیم. و من تبریک میگم به آقای اوسانلو و سلام میکنم خدمتشون و امیدوارم که در تلاشایی که میکنن موفق و موفق تر باشن. با درود خدمت شما و همکاران عزیز و هممیهنان ما در هر کجا هستن و ضمن سپاس از توجه به تلاش هایی که کارگران زحمتکشان در عرصه فکری، صنعتی، تولیدی و حالا رسانه‌ای میکنن، به امید اینکه این حرکت ها در این جنبش همبستگی در هم گره بخوره و بتونه ما رو از چنگ عقب ماندگی وحشتناکی که در کشور متوسط حکومت ولایت فقیه به وجود اومده نجات ببخشیم. امیدواریم. آقای اوسانلو، من قبل از اینکه بپردازم به آنچه که شما دارید برای اینکه با هموطنانمون در میون بگذارید از طریق این رسانه که واقعا حیطه گستردگیش فوق العاده زیاده و پوشش زیادی رو داریم ما در ایران، در اروپا، در امریکا و همه جا از طریق تلویزیون ایران فردا با همت مدیریت خوب برنامه که واقعا تونسته در ایران به خصوص جمع کثیری رو جلب بکنه علی رغم تمام گرفتاریایی که پیش میارن برای پارازیت انداختن، برای قطع کردن برنامه‌های ایران فردا و غیر ذلک. میخواستم هفته پیش فرصت نشد که در مورد لطمه بزرگی که این رژیم زده به مسئله تولید در ایران و ایران شده یک بازار گسترده و بسیار بسیار بازی برای کالاهای بنجل چینی و هندی و امثال اونها، چه میشنوید از همفکراتون در کارخونه ها، در نهادهای تولیدی و چی داره میگذره؟ خب واقعیتی که در صحنه اجتماعی و سپهر اقتصادی کشور ما داریم ملاحظه میکنیم از آمار حکومتگران هم برمی آید با تمام سانسوری که میخوام بکنم و محرمانه نگه داشتن اطلاعاتی که از فضای کار و تولید و صنعت و اقتصاد کشور هست. تجربه حضوری و خبری که لحظه به لحظه دنبال میکنیم داره نشون میده که بیش از 70% از تولیدات کشور ما متاسفانه مرخص شده. شهرک‌های صنعتی نزدیک به 80%شون تعطیل شدن. باقی مونده این 20% شرکت‌های کوچک و کارگاه‌های صنعتی در حالت نیمه تولید و نیمه تعطیل کار می‌کنن با کمتر از 30% ظرفیت تولیدیشون و همچنین در صنایع بزرگ مثل نفت و پتروشیمی و گاز و خودروسازی ها هم با
بحران اقتصادی عظیمی فراگیر هست که منجر به بیکاری و اخراج و ندادن مزد هزاران هزار کارگر شده که اخبار اعتراضی و مبارزاتی اونها رو هم دنبال خواهیم کرد که ببینیم تا کجا این فاجعه در حال گسترش است. به لحاظ اقتصادی خود آمار حکومتی یک نمونش از قول آقای ربیعی وزیر کار ولایت فقیه و آقای حسن روحانی میگوید که ما منتظر سونامی 12 میلیون بیکار هستیم که اگر این 12 میلیون رو به 30 میلیون زنی که در خانه ها کار میکنن زحمت میکشن ولی کارگر حساب نمیشن، نه بیمه دارن نه مزد و نه پشتوانه‌ای برای آیندهشون و به لحاظ قانونی هم که کمتر از مردان هستن و تحت سرکوب مضاعف میشه 42.5 میلیون نفر به این شکل بیکارن، بخش حدود 22.3 میلیون نفر از جامعه ایران هم که جوانان و نوجوانان زیر 18-20 سال هستن که در مدارس و دانشگاه ببخشید دبیرستان ها دارن تحصیل میکنن و بخشی هم که در به عنوان سربازی میبرنشون سربازی، چیزی باقی نمیمونه و تازه به لحاظ اینکه شرایط اقتصادی خرابتر هم شده و کارفرماها میدونن که بیکاری چقدر دامنگستر هست، اومدن پروژه گذاشتن به عنوان طرح استاد شاگردی که هر کارگر 2 سال در هر جای کار بکنه به عنوان شاگرد و کارآموز حساب میشه و اون 2 سال اول کارش رو هیچ مزدی هم بهش نمیدن، بیمه هم نخواهد داشت، سابقه کارش هم حساب نخواهد شد، در زمان بازنشستگی و یا حادثه ضمن کار هم هیچ گونه حمایت بیمه‌ای و رسیدگی در رابطه با این 2 سال نخواهد داشت. در نتیجه این فضای تاریک و سیاهی است که سیاست‌های اقتصادی نظام ولایت فقیه پیش آورده به دلیل باج‌هایی که مثلا به کشورهایی مثل چین و یک دوره هم به ترکیه و هندوستان دادن اینها و تمام کالاهای بنجل اونها درجه 3 و 4 اونها رو وارد کشور کردن، اون هم از طریق اسکله‌های غیر قانونی و بدون نظارت که حتی یه شخصی مثل آقای کروبی دادش در اومد و اینا رو میگفت که خودش از ارکان به هر حال حکومت نظام ولایت فقیه بوده و این سران سپاه هم که نقش عمده رو داشتن در این ماجرای ورود کالاهای بی حساب و کتاب که حتی آمار 44 میلیارد دلار واردات بی رویه و بدون نظارت و گمرکی بوده سال گذشته و همه اینا که دست به دست هم بده چیزی باقی نمیذاره به جز ویرانی اقتصاد و تولید و صنعت. نکته آخرم اشاره کنم، بزرگترین قراردادهای صنعتی تولیدی اقتصادی که مربوط بخش نفت و پتروشیمی و گاز به خصوص در اصلویه، در کنگان، در پارس جنوبی و در خوزستان، ماهشهر و صنایع نفتی آبادان و امثال اون بوده و حتی ماشین سازی، واگن سازی، تراکتور سازی ها که 2 تا شرکت بزرگ خاتم الانبیای سپاه پاسداران و خاتم الاوسیای سپاه پاسداران، این 2 قسمت بخش های صنعتی مهم و پر اهمیت رو زیر نظر خودشون گرفتن. تمام قراردادهای ویژه رو از دولت و حکومت و در رابطه با این بخش از صنعت و اقتصاد کشور دست اولش رو اینها گرفتن، بودجه‌هاش رو اینا گرفتن، چلوندن، هر چی دلشون خواسته اتوش دزدیدن. تهمانده این قراردادها برای تولید و یا ساختن یک کارخونه یا یک شرکت پتروشیمی یا یک اسکله نفتی یا یک اسکله باربری آماده کردن برای بخش‌های پتروشیمی و نفت رو دادن به شرکت‌های خردریزتر زیر دستشون. اونا مثلا در حد سرهنگ و سردارهای سپاه بودن که این شرکت ها رو درست کردن و بخشی از بازنشسته‌های حکومت و مجلس و دولت و فرماندارها و استاندارها، اونا هم باز یه مقدار اینو چلوندن، تهمونش رو دادن به شرکت های اجرایی و مهندسی که مثلا تخصصی داشتن این کارها رو انجام بدن. در نتیجه اون شرکت هایی که اجرا کننده پروژه ها بودن در سطح کلان کشور تا مراحلی از کار رو پیش بردن با هزینه خودشون، به زور خودشون، با جیب خودشون، ولی در یه نقطه متوقف شدن، مزد کارگران رو نتونستن بدن، چکاشون رو نتونستن پاس کنن، تعهدات بانکی و مالیشون رو در مقابل بازار که لوازم اولیه رو خریدن، لوازم صنعتی رو خریدن برای کار پیش ببرن، اونها به ورشکستگی کشیده شدن، کارگرها رو مزدشون رو 4 ماه، 6 ماه، 8 ماه عقب افتاده ندادن، از کارفرمای اصلی که شده بنیاد ببخشید خاتم الانبیا و خاتم الاوسیا رفتن پول بگیرن، سپاهی هم، فرمانده سپاه هم، نظامی هم قدرت دارن، چندرغازی به اونها
ندادن. در نتیجه میبینیم که تمام این پروژه ها نیمه کاره بر زمین مانده و مثل همین قضیه اتمی که 250-300 میلیارد دلار پول ملت ایران بر باد رفت و حالا هم گل و سیمان ریختن در اون قلب اتمی عراق و بقیه جاها و این پول از جیب ما مردم ایران رفت، همینطور در بخشای صنعتی و سرمایه‌گذاری های عمرانی میبینیم که این اتفاق وحشتناک افتاده و به همین دلیل کشور در سراشیبی با سرعت سقوط اقتصادی و بیکاری های گسترده تر و استعداد آمادگی برای شورش های کور ناراضیان، حاشیه نشین ها، بیکاران و کارگرانی است که دیگه 6 ماه 1 سال بیشتر از اون در نخریسی شاهی و شمال 25 ماه حقوق نگرفته داریم و این انباشت این اعتراضات و این اقتصاد ویران شده خبر از آینده خوبی برای حکومت نمیدهد. خیلی ممنونم آقای منصور اوسانلو. آمار و ارقامی رو که ذکر میکنید منابعتون کجا هست؟ منابعی که من دارم، حالا میشه بعدن هم اینا رو اشاره کرد، عزیزان از توی همین تولبار گوگل پیدا کنن. آمار به صلاح سازمان آمار دولت ایران هست، آمار خود وزارت کار هست، بیانات آقای ربیعی در رابطه با سونامی بیکاران که در خود ایلنا و بولتن خبری وزارت کار هست و آماری که من بخشش رو اعلام کردم در تمام نشریات و روزنامه‌های داخلی خود ایران اینا بیان میشه و بخشش بر برنامه‌های انتقادی رادیو تلویزیون باز خود جمهوری اسلامی به نام صدا و سیما و همچنین گزارشاتی که در مجلس مطرح شده، گزارشات اقتصادی که کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرده و همچنین بخشی از آمار سالیانه‌ای که در سایت ایلنا میتونن عزیزان من اینها رو پیدا بکنن. بی‌نهایت ممنونم آقای اوسانلو. بفرمایید راجع به سایتی که دوستان میتونن مراجعه بکنن، سایت خبرگر اگر اشتباه نکنم، و این رو بفرمایید که ما بذاریم پایین پرده تلویزیون که دوستان مراجعه بکنن، اونجا تمام اطلاعاتی رو که روز به روز بروز میشه اونجا میتونن ببینن، درست میگم؟ بله، هم روز به روز و هم شاید بگیم ساعت به ساعت. ساعت به ساعت. جوانان عزیزی که پیوستن، با سوادن، لطف دارن، بدون هیچ چشم داشتی از وقت خودشون، فهم خودشون، دانش خودشون برای آزاد کردن میهن و اطلاع رسانی بدون سانسور و همچنین راهگشایی مقالاتی که از داخل کشور، خارج کشور، دلسوزان، مبارزان، ستم دیدگان، دادخواه، زندانیان، کسانی که مثل خود من در میدان مبارزه بودیم و ادامه دادیم با تمام هزینه‌ای که داشتیم اونجا منتشر میکنن، اخبار رو از مراکز اقتصادی میگیرن، بسیاری از خبرها از مبارزین داخل کشور توسط تلگرام ها و فیسبوک و صفحه‌ام برای اینکه یه بار دیگه هممیهنان ما در جریان قرار بگیرن، سایت خبرگر.co www.khabargar.co که تمام این اخبار و اطلاعات رو لحظه به لحظه میتونن دنبال کنن. ضمن اینکه به جز اینکه ما اطلاع رسانی خبری داریم، مقالاتی که از داخل و خارج کشور میرسه، مبارزینی مثل آقای تبرزدی، مثل آقای زعیم و مثل دیگر اعضای جنبش همبستگی، کارگران زحمتکش، اخبار کارگری، اخبار اعتراضات و تجمعات، اخبار مربوط به زندانیان و به اصطلاح مبارزینی که در تلاش‌های جنبش همبستگی هستند، به طور 24 ساعته آپلود میشه و اینجا قابل دیدار هست بدون هیچ سانسوری. ما از پشتیبانی ویژه گوگل هم داریم استفاده میکنیم به لحاظ که شناخت دارن از خب مبارزات و تلاشایی که کردیم. در کنار اون الان ما در روی سایت خبرگر گزارش های ویژه کارگری داریم. یه نمونهش این که الان خود حکومت آنچنان در ترس و وحشت قرار گرفته که حتی اعتراضات و اعتصابات و تجمعات کوچک کارگری رو مورد حمله قرار میده. همین الان که اگه شما به سایت هم مراجعه کنید اخبارش اونجا هست، من همینجا رو میذارم که اگه بشه طریق تلویزیون هم عزیزان ما ببینن. بله. چه از 10 کارگر سیمان درود چون در اعتصاب هستن دستگیر شدن، به زندان برده شدن و همکاران اونها اعتصاب رو در پنجمین روز دارن ادامه میدن برای آزادی همکارانشون و رسیدن به درخواست ها و اون به اصطلاح مطالباتی که داشتن. دوباره 2-3 روز پیش کارگران اصلویه رو دستگیر کرده بودن، به زندان برده بودن. 10 کارگر معترض دیگر رو
در جریان اعتراضات و اعتصاباتی که تو اصلوی کماکان ادامه داره، همچنین آقای داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد رو چهارشنبه 23 دی ماه بردن به شعبه 26 بیدادگاه در اصل انقلاب که هیچ جرمی نکرده. داوود رضوی حتی بازنشسته شده، اصلا ارتباط مستقیم با محیط کار نداره که ایشون رو میان از تو خونش دستگیر میکنن، اردیبهشت ماه میبرن، براش پرونده ای درست میکنن به دروغ، و جرم ایشون این است که مثل من و سایر کارگرایی که سندیکالیست شدن، مبارز شدن، هنوزم که هنوزه از حقوق کارگران و گسترش آگاهی و دانش سندیکایی کارگری در بین کارگران و داشتن نقش در تجمعات قانونی کاملا که برای تعاونی مسکن، برای افزایش حقوق، برای جلوگیری از قطع کمک‌هایی که کارگرها تونستن با مبارزاتشون تو پیمان‌های دست جمعی به دست بیارن تلاش کردن، اینا هیچ کدوم جرم نیست و این ترس حکومت از رشد و گسترش جنبش کارگری ایران که همه اینا رو در سایت خبرگر با عکس‌ها با فیلماش میتونن هم میهنان ما ببینن. در کنار اون من با اجازه شما یک اشاره کوتاهی میکنم به اعدام‌های پیاپی که ولایت فقیه از ترس افتادن خودش داره میکنه. همین چهارشنبه دوباره 3 زندانی دیگر رو در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کردن. اغلب این زندانی‌ها اعدام میشن کارگران از مناطق محروم شهری هستند. در زندان رجای شهر هفته گذشته دوباره 12 اعدام داشتیم، در زندان قزل‌حصار همچنین، و الان بیش از 70 زندانی به نام اینا میگن امنیتی ولی ما میگیم سیاسی و مدافع حقوق مردم در زندان فقط رجای شهر هستن، بجز اونایی که در بندهای دیگه پراکندنشون کردن بین زندانی‌های عادی مثل بهنام ابراهیم‌زاده، مهدی فرایی شاندیز، ارژنگ داوودی، همچنین محمد جرایی در زندان تبریز، رسول بوداقی، اسماعیل عبدی، از معلم‌ها از و یاران و رفقای ما که فقط جرمشون اینه که نماینده معلم‌ها بودن در کانون‌های صنفی و از حقوق صنفیشون فقط دفاع کردن، از حق معلمی و از زندگیشون دفاع کردن و حالا باید 10 سال 8 سال تو زندان بمونن. رسول بوداقی 6 سال زندانش کشیده تموم شده، باید آزادش کنن، دوباره 3 سال زندان بهش دادن. بهنام ابراهیم زاده 6 سال زندانش تموم شد، به جای اینکه آزادش کنن 8 سال دیگه زندان بهش دادن، گفتن تو از داخل زندان با آقای احمد شهید نامه نوشتی، شکایت کردی، اطلاع رسانی کردی، این شده جرم، و 9 سال 8 سال زندان. مهدی فرای شاندیز به همین ترتیب، آقای ارژنگ داوودی الان نزدیک 13 سال تو زندانه، به چه جرمی؟ یک معلم و دبیر با فرهنگ که فقط از نظام وکیل و رعایی و وکیل جمهوری دفاع کرده در مقابل ولایت فقیه. همچنین سعید ماسوری که بیش از 15 سال الان در زندان هست بدون یک روز مرخصی و یک پزشک انسانگراست. من با همه این عزیزانی که اسمی برم از نزدیک آشنا بودم، هم زندان بودم، با هم کار مشترک کردیم، پاره های تن من هستند. و اخبار دیگه دوباره از اعدام جمعی 10 نفر زندانی در کرج و ارومیه رو داشتیم، یک زندانی رو دوباره در زندان یزد اعدام کردن، ولی ما از درون زندان بیرون زندان کوتاه نمی آییم. آقای بهشتی لنگرودی و کانونهای صنفی معلمان با شجاعت اعلام کردن هیچ کدوم از این جناهای حکومتی رو قبول نداریم، نه جناه اصلاح طلبش، نه جناه به اصطلاح اصولگراش که دست اینها به خون و مال مردم ایران آغشته است، و ما زحمتکشانی که دستهای پاک داریم و هرگز دستمون به خون مردم، سرمایه‌های مردم آلوده نبوده، ما کارگرا، معلما، پرستارا، خبرنگارا، هنرمندا، اساتید دانشگاه، پزشکان، چه دولتی و حکومتی و مزدور و مأمور نیستیم، دستهای پاکی داریم و این دستهای پاک به زودی در هم چنان گره میخورد که آن دستهای ناپاک رو از اریکه قدرت پایین میکشه. آقای بهشتی لنگرودی در نامه که از زندان فرستاده، از همکاران عزیزش معلمان خواستن، از کانونهای صنفی معلمان که در هیچ انتخاباتی که حکومتی هست شرکت نکنن، انتصابات حکومتی یا انتخابات حکومتی دنبال روش نشن و اشتباه نکنن، که حکومتگراها فقط از امکانات ما و رأی ما و حضور ما به سود خودشون استفاده میکنن. و خوشبختانه کانون صنفی معلمان ایران هم دیروز یک نامه منتشر کردن در سایت کانون در داخل کشور که در انتخابات حکومتی یا انتصابات شرکت نخواهیم کرد، و در مقابل
ما انتخابات دموکراتیک رو مطرح میکنیم در جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه که در همین سایت خبرگر هم مفصل بهش میتونیم با همدیگه بپردازیم. خیلی ممنونم آقای حسانلوی عزیز. صحبت کردید راجب صحبت که میکردیم در مورد یک کلیپ یا یک ویدیو یا فیلمی که یکی از کسانی که از ایران فرار کرده صحبت کردید. این چند دقیقه است و اگر موافق باشید یه توضیح کوتاهی راجبش بدید که بعد ما اون رو پخش کنیم. متشکرم از یادآوری به جای شما. این خبر ویژه افشاگری از پروژه تروریستی رژیم ولایت فقیه است بر علیه سندیکالیست‌ها، کارگران فعال و مبارزین واقعی که با بدنه اجتماعی و کارگری و خانواده‌های ستمدیده دادخواه در جنبش همبستگی دادخواهان ارتباط دارند، مثل مادران عزیزان ما که اعدام شدن، مثل خانواده‌های مثل خانواده من، آقای اکبر محمدی، خانواده کریم بیگی، خانواده زینالی، خانم پاکروان، مادر ریحانه جباری عزیز، خانواده ستار بهشتی، خانواده تبرزدی و بیشتر خانواده‌ای که در این دوران در زندان‌ها بودند، در کنار خانواده بهکیش، مادر لطفی و دیگر شهیدان دهه 60، جان باختگان راه آزادی و عدالت. اینها رو شناسایی کرده بودند. میلاد درویش رو در زندان چندین سال هی آزاد کردن، گرفتن، رها کردن. این سری آخر خب میدونستن که ایشون با من دوستی قدیمی داره، پدرش از اعضای بازنشسته سندیکا و همچنین جانباز و شیمیایی شده در جبهه به خاطر حفظ میهن و خاک میدان و مردم بوده است و از طریق سندیکای شرکت واحد ایشون با جنبش سندیکایی از نوجوانی آشنا شده، بعد با سندیکای فلزکار مکانیک همکاری کرده. در تلویزیون وی او ای و برنامه جامعه مدنی به اتفاق فلاحتی برنامه ویژه برای ایشون داشتیم که همیهنان ما میلیون ها نفر دیدن و بعد ایشون رو در زندان خیلی تحت فشار قرار دادن که بیاید بیرون از زندان، تبدیل به مامور اطلاعات بشود و برای اونها کار کند، میلیون ها میلیون پول در اختیار ایشون و ماموران دیگه باشد که بیان یک طرح ترور بر علیه فعالین سیاسی، کارگران، به خصوص که الان جنبش کارگری در حال رشد است رو داشته باشن، که اولین نفر من چون به ایشون اعتماد داشتن رو دعوت کنه به ترکیه و اونجا ما بخوام یک کنگره بذاریم برای کارگران ایران که به اصطلاح ایشون با نقشی که بازی میکنه زیر شکنجه ها و اینها و در ایران ایشون شناخته شده است، عضو افتخاری کامل صنفی معلمان هستند. دهم اسفند دستگیر شدن، 31 تیر دستگیر شدن، شکنجه های زیادی رو تحمل کردن. به هر حال با هنری که داشت تونست اعتماد اونا رو جلب کنه که یعنی من با شما همکاری میکنم و بالاخره از زندان میاد بیرون، ایشونو میبرن آموزش میدن در قصر فیروزه که استفاده از اسلحه و اینا، اسلحه سبک رو یاد بگیره و بعد خودش موقعی که در اون پانسیونی که در ترکیه میگیرن و امثال من به دلیل اعتمادی که به ایشون داریم اونجا میریم و بعد از اون دعوت کنیم از دیگر فعالین بیان چون اسم منو میشناسن و شناخته شده هست و اونجا همه ما رو در یک پانسیون و یک سالن سخنرانی که پیشبینی کرده بودن اطلاعاتی ها جمع بکنن و بعد اونجا هم بمبگذاری کنن. شما میدونید که در ترکیه الان چند بمبگذاری سنگین شد که در یکیش فقط 300 نفر کشته شدن، در یکی دیگه 180 نفر کشته شدن و از اون فضای اونجا استفاده کنن برای هم بمبگذاری و هم به مسلسل بستن ما، مثل قضیه آقای شرفکندین ها در میکونوس آلمان و یا جناب قاسملو و بقیه سیاسی. برای ایشون در این فیلمی که منتشر کرد در استانبول که خودش رسون با یک تلفن همراه و فرستاد برای رسانه و اینترنت، همه این حقایق رو با جزئیات بسیار بیشتری میگه که امیدوارم این 9 دقیقه بتونه کمک بکنه به افشای این جنایت. با هم دیگه به تماشای این 9 دقیقه می نشینیم و در خاتمه بعد از دیدن این فیلم میخواستم راجع به فعالیت‌های آقای نوریزاد ازتون بپرسم که به چه صورت میبینید اون رو. اجازه بدید این فیلم رو ببینیم، بعد میرویم و برمیگردیم و این کار رو انجام خواهیم داد. حتما. این شما و این فیلمی که روی سایت خبرگر .co هم هست، www روی پرده تلویزیون میبینید، www.khabargar.com .co .co ببخشید.
سرزنده و امیدوار باشین به امید آزادی زندانیان سیاسی و خلق رنج دیده ایران و سایر نقاط جهان. من میلاد درویش هستم، مستندساز، عضو افتخاری کانون صنفی معلمان ایران و فعال کارگری از همکاران سندیکاهای کارگری در ایران، هیئت بازگشایی سندیکاهای کارگری در ایران و سندیکای کارگران فلز کار مکانیک، که با اینکه 20 و چند سال از تولدم میگذره اما نزدیک به 2 سال و نیم از زندگیم رو در زندانهای ایران به عنوان زندانی سیاسی سپری میکردم. البته در ایران به زندانیان سیاسی زندانی امنیتی گفته میشه، چون همونطوری که احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران گفته بود، در کشور ایران چیزی به نام زندانی سیاسی نداره. درسته، چون که در ایران به زندانیان سیاسی زندانی امنیتی گفته میشه. من از 10-15 سال پیش تقریبا که فعالیت اجتماعیم رو شروع کردم، بارها و بارها احضار شدم، بازداشت شدم، اما همیشه هراس داشتم از اینکه بازداشت خودم رو اعلام کنم، چون میدونستم که بسیاری از دوستانم ممکنه بترسن از ارتباط با من و به هر حال کسانی که در ایران زندگی کردن شرایط زندگی در ایران رو به خوبی میدونن. و فقط 2 بار از بازداشت هام علنی شد، اونم به خاطر اینکه این 2 بار بازداشتم در ملأ عام صورت گرفت، یه بار در محل کارم و در منزلم و یک بار هم در میدان بهارستان جلوی پارلمان جمهوری اسلامی. بنابراین فقط همین 2 بار اطلاع رسانی شد. البته الان به این نتیجه رسیدم که هر چقدر در مورد زندانیان سیاسی اطلاع رسانی در سطح وسیع تر انجام بشه، بسیار به نفع زندانیان خواهد بود. من الان فرار کردم و در استانبول زندگی میکنم. کلمه فرار کلمه زیبایی نیست، کلمه غربت کلمه زیبایی نیست. من از استانبول با شما صحبت میکنم. من کسی بودم که موقعی که دانش آموز دبیرستانی بودم در مورد معلم دانشمندم، معلم عدالت خواهم، استاد پرویز شهریاری ریاضیدان عدالت خواه، فیلمی رو ساختم که بارها به خاطر این فیلم توبیخ شدم. نزدیک به 1 دهه این فیلم توقیف بود و بعد از 10 سال مجوز انتشار گرفت و بعد از اینکه منتشر شد مجددا توقیف شد. در اون فیلم گفته بودم که دانش آموزان ایرانی، جوانان ایرانی خیلی خوبه که در کشور خودشون باشن و اگر قراره که برای تحصیل کشور رو ترک کنند، صرفا برای تحصیل باشه و بعد برگردن به ایران و در اینجا خدمت کنن. اما الان خودم در استانبول هستم. خواهید پرسید چرا؟ من در طی این چند سال اخیر هر هفته 1-2 بار به وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور تلفنی احضار شدم و در این مدت در این بازجویی ها بارها و بارها از من میخواستن که با اونها همکاری کنم، مأمور وزارت اطلاعات بشم و بعد وعیدهایی میدادند از تزویر و تطمیع و ارعاب گرفته تا بازداشت، من رو میخواستن مجبور کنن که برای اونها کار کنم. و اخیراً هم که بازداشت شدم در بند 209 وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بودم، دقیقاً به همین خاطر بود. من فقط میخوام خلاصه از این قضیه رو عرض کنم، چون که دیروز که از شهر وان در ترکیه به سمت شهر استانبول حرکت میکردم، توی اتوبوس که 1.5 روز راه بود، با من بارها و بارها از وزارت اطلاعات تماس گرفتند. ابتدا از من التماس میکردن که برگردم با اونها کار کنم و بعد دیگه تهدیدم کردم و گفتم ما تو رو در استانبول میکشیم، و چون که ممکنه که من دیگه نتونم با شما صحبت کنم و هیچ پیغامی از من منتشر نشه، به همین خاطر خواستم که الان این ویدیو رو با شما در میون بگذارم تا شما شرحی از اون چی که بر من گذشت رو بدونید. خیلی مختصر عرض میکنم، یکی از درخواست های اینها از من این بود که یک کنگره کارگری رو در شهر استانبول تشکیل بدم که افرادی که در این کنگره برگزار شرکت می کنند
افرادی باشن از سندیکاهای کارگری ایران، من جمله سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، از سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، اتحاد جمهوری خواهان که متشکل از چندین گروه مختلف در خارج از ایران هست، و اینها چون میدونستن که من به هر حال اون چیزی که اونها به من گفته بودن، گفتن که تو جوونی هستی که کسی به تو شک نخواهد کرد از مردم ایران و فکر میکنن که تو خودت این کنگره رو برگزار کردی، در حالی که اونها به من گفته بودن که ما زندگی تو رو تامین میکنیم، قراره که با اون کسی که ازدواج کنی ما وام ازدواج میگیریم تا تو بتونی راحت زندگی تو اداره بکنی و بعد از یه مدت که مأمور ما باشی ما تو رو به استخدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خواهیم آورد و بعد از 35 سال بازنشستی میتونی از زندگی و دوران بازنشستگیت لذت ببری. به من گفتن که هزینه این کنگره کارگری رو میدیم که در استانبول باید برگزار بشه. به من دوره های آموزش تیراندازی در پادگان قصر فیزیکی رو دادن با چشم‌بند و وقتی دیگه ماشین رد میشه من چون شب اومدم یه گوشه نشستم دارم با شما صحبت میکنم، اینجا توی غربت جایی ندارم که برم اونجا، حالا توضیح خواهم داد که چطور فرار کردم و به اینجا رسیدم. خیلی هم فلبداهه دارم صحبت میکنم، میبخشید اگرم سر وضعم خوب نیست چون یک هفته است که به هر حال نتونستم همون کنم چون جایی رو نداشتم. در واقع به من گفتن که یک جایی رو ما برای شما میگیریم، تو بیا یه دوره آموزش ببین. منو بردن تو پادگان قصر فیروزه دوره آموزش نظامی و حالا یه مدت هم من به قول عامیانه ایرانی ها میپیچوندم قضیه رو و سالها اینا رو سردوبوندم تا اینکه به هر حال من یک جوان 20 و چند ساله هستم. اینها انقدر ضعیف و زبون بودن که نتونستن طاقت بیارن فعالیت های یک جوان رو و کسی که انقدر میترسه، یعنی اینکه میدونه که چقدر ضعیف هست، چقدر سست بنیاد هست حکومتش و ممکنه که فرو بپاشه هر چه زودتر، و بنابراین نه فقط به من جوانان بسیاری رو در زندان دیدم که همسن و سال خودم در زندان به خاطر فعالیت های اجتماعیشون در زندان بودند. من رو میخواستن به مدت یک ماه در قرنطینه نگه دارن ببرن ترکیه. امروز پنجشنبه 21 آبان هست اگه اشتباه نکنم که از سرما هم دارم میلرزم و قرار امشب تو خیابون بخوابم. منم میخواستم ببرن یک اردوگاهی در اصفهان، اونجا با دوستانم تماس بگیرم که تو قرنطینه باشم و نتونم بهشون پیغام بدم. و از قبل البته به من گفته بودن، مطور گفته بودن که توضیحات تکمیلی رو در اون پادگان اصفهان به تو خواهیم داد که چیکار باید بکنی. اون طور که بنابراین من کاملش رو هنوز دیگه نتونستم متوجه بشم چون فرار کردم. از کلمه فرار هم خوشم نمیاد به هر حال، ولی باید استفاده کنن چون واقعا فرار کردم. الانم بی پناه وسط خیابونای استانبول نشستم اینجا تا ببینم یه قاچاقبر پیدا کنه منو بتونه به یه جای دیگه برسونه. به من گفتن که میلاد، وزارت اطلاعات به من گفتش که وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید دکتر حسن روحانی منو بازداشت میکرد، منو با تلفنی احضار میکرد. خب آقای اوسانلوی عزیز، اون سوالی رو که من قبل از دیدن این فیلم واقعا چه جالب بود و برای آگاهانیدن مردم، ما چقدر خوبه که این مسائل مطرح بشه، روشنگری بشه و این یکی از اون کارهای خوبی است که شما و همکارانتون دارین انجام میدید و واقعا بهتون تبریک میگم و براتون واقعا آرزوی موفقیت دارم و اینکه بتونید این فعالیت ها رو به صورت منظم و به اصطلاح مدیریت خوب به سرانجام برسونید به امید اون روز. نظرتون رو راجع به فعالیت هایی که امثال آقای نوریزاد و دکتر ملکی انجام میدن در ایران، اون رو به چه صورت میبینید؟ آیا صلاح هست که اونا به شما نزدیک بشن یا ترجیح میدید همون کاری رو که دارن انجام میدن انجام بدن؟ ما از همون قبل از حتی جنبش سبز که خب فعالیت های سندیکایی ما گسترش پیدا کرد و کارگران زیادی علاوه بر سندیکای شرکت و در سندیکاهای دیگه در کنار ما متشکل شدن،
و بعد جنبش های دانشجویی که به ما میپیوستن اون موقع به دفتر سندیکا که 4 ماه بیشتر هم باز نبود این دفتر و بعد مورد حمله وحشتناکی واقع شد میپیوستن، همچنین روشنفکران و مبارزین و علاقمندان به آزادی مردم ایران مثل دکتر ملکی عزیز که به منزل من اومد و بزرگی کرد و همچنین بعدها که دیگه ما تو زندان بودیم و جنبش سبز شد و این عزیزان موقع من زندان بودم جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه رو با سند به اصطلاح همبستگی 12 ماده‌ای در رابطه با انتخابات دموکراتیک و لغو حکومت ولایت فقیه و اتحاد همه دموکراسی خواهان آزادی خواهان بر پایه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی بنیان گذاشتن و من اون زمان که تو زندان بودم به من گفتن که امضای شما رو هم گذاشتیم به عنوان 5 نفری که در این بیانیه همبستگی منتشر شده. گفتم به چه شرطی؟ گفتن اینطوری مسئول اصلیش یک حکومت سکولار دموکرات لایک و به خصوص مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، که من گفتم اینطوری باشه من همراه هستم و امضای من رو بگذارید اشکالی نداره. و بعد از اون ما شدیم به صلاح اعضای جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواهی که ستم دیدیم ولی دادخواهی میکنیم و تسلیم نمیشیم و سند همبستگی سندی است که 12 ماده‌ای و اشاره داره به تمام مواردی که من به شکل تحلیلی خدمت هممیهنانم میگم. پس از اون بیانیه همبستگی هم که چند ماه پیش یعنی در از 2 ماه پیش آمد و همه ما حمایت کردیم که امثال آقای نوریزاد عزیز یا آقای ملکی که به نوعی با فعالیت در لگام، در جنبش لگام یعنی مبارزه برای لغو اعدام گام به گام که خب یه حکم ضد اسلامی است و حتی به ما حمله شد از سوی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، کسایی که اعدامو میگن لغو کنید اینا نامسلمونن و حکم اسلامو میخوان لغو کنن، و یا در اون سایت بسیار پر اهمیت جبهه صلح و آزادی که برای که به کشور ما حمله نشه و جلوی جنگ گرفته بشه. آقای اوسانلو 3 دقیقه وقت داریم. بله. و به حکومت فشار بیاریم که کشور رو از وضعیت جنگی و درگیری های سنگین و رودررویی با کشورهای دیگه در منطقه و در جهان خصوصا با آمریکا خارج بکنیم و از برای این کار پس جنبش بزرگ ملی همبستگی مردمی بین کارگران، کارمندان، روشنفکران، همه کسایی که به آینده میهن اعتنایی دارن به وجود بیاد، که این همبستگی به وجود اومد. تلاش‌های امثال آقای نوریزاد، آقای تبرزدی، آقای ملکی، آقای باوند، آقای زعیم، آقای عیسی‌خان حاتمی، خانم ستوده، آقای فریبرز رئیس‌دانا، ناصر زرافشان، کارگران سندیکایی مثل ابراهیم مددی، داوود رضوی، جعفر عظیم‌زاده که الان متأسفانه 6 سال زندان دادن بردن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران و همچنین کارگران زندانی ما، معلمان زندانی ما، همه اینها در این همبستگی بزرگی که ما پیشبینی کردیم که یک ظرف بزرگ به وجود بیاد حتما نقش خواهند داشت، اما چون ما خارج از کشور هستیم از امکانات رسانه‌ای استفاده میکنیم، خب ممکنه به لحاظ تبلیغی و آگاهی بخشی نقش عمده رو بگیریم و سازماندهی اصلی که باید خارج از کشور باشه که به چنگ حکومت نیفته سر نخ قضیه و عزیزان ما در داخل با افشاگری، با ایستادگی، با گسترش شجاعت‌های مدنی همونطوری که جلوی لاستیک دنا رفتن در میدون ونک بکه در کنارشون خانواده‌ای که فرزندانشون مثل خانم علیشناس، مادر امید علیشناس که اونجا ایستاد، خانم سیمین عوض‌زاده، خانواده زینالی، خانواده کریم بیگی، خانواده خانم پاک روان و دیگر عزیزانی که جلوی زندان اوین برای درخواست آزادی نرگس محمدی، بهاره هدایت، آتنای دائمی، آتنای فرغدانی، همچنین امید علیشناس، آسوی رستمی، زندانیان کرد ما در کردستان مثل قالب حسینی، واحد حسینی، خانم زینب جلالیان که دوتا چشش هم داره کور میشین، دختر عزیز ما الان 8 سال تو زندانه، و بقیه زندانیا در زندان کارون، آقای آگوشی در زندان زاهدان و کلن این حرکت در این سطح که ببینید من اسم افراد دونه به دونه زنده باد. خیلی ممنون آقای اوسانلو، واقعا این دقت عملی که در کار شما هست مورد تحسین همگان هست. امیدوارم در آینده نزدیک بتونیم از همین طریق باز با شما گفتگو بکنیم. هفته آینده برنامه رادیویمون رو ادامه خواهیم داد و براتون موفقیت آرزو میکنم. متاسفانه وقت محدوده و تا فرصتی دیگر از شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از شما، از فرصتی که در اختیار من میذارید که من در خدمت مردم ایران باشم قدردانی میکنم. خواهش میکنم.
روز و روزگار به شما بینندگانی که با ما بودید خوش، با تشکر از مهمان برنامه و سپهر عزیز که مثل همیشه کارگردانی فنی برنامه را به عهده داشتید.